بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه فأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين چون پیش آمده
شهادة صدیقی کبرات این مطلب اونچنان که باید و شاید مورد نظر واقع نشده امروز مقصد ما این است که نه تنها بر شیعان بلکه بر تمام مسلمانان جهان لازم است که در مصیبت صدیقه کبرا اونچنان که شایسته مقام شخص اول عالم است عزادار باشند لذا اون چه امروز میگویم طرفم از اهل نظر مثل فخر رازی و از اهل حدیث مانند بخاری و مسلم و حاکم و ذهبیس یعنی بر اساس کتاب و سنت اقامه عزای فاطمه زهرا واجبه چه حنفی مذهب چه مالکی مذهب چه شافعی مذهب و چه حنبلی مذهب نه بر میزان کتاب و عترت امروز بحث می کنم بلکه فقط بر اساس میزان کتاب و سنت اون هم سنتی که اگر در ظرف 1400 سال فحول علماء عامه سر از خاک بردارن در مقابل این برهان قاطع زمینگیرن چون اساس بر حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمه لب و لباب حکمت کتاب است و سنت اما از نظر کتاب متن کلام خدا اینه و ما آتاکم الرسول فخذوه چون طرف گفته ما اعیان اهل فکر و محققین علماء فرق مختلف اسلام مثل فخر رازی قهرن باید به فقه کتاب
و فقه سنت دقت کرد. ما اهم مفاهیمیست که از این مفهوم اهم پیدا نمیشه. مفهوم شی، مفهوم ما از اعم و اشمل المفاهیم. موضوع اینه اون چه حد و مرز نداره. آتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر داد بگیرید. این متن کلام رب الارباقه. اخ چیه؟ فخذوه کلام خدا، اقیانوسیست که عقول حکما عالم در موج اولش غرق میشه تا برسه به عمق این بحر عمیق. اخذ ما آتاکم الرسول مرکب دو جهت، گرفتن اون چه پیغمبر داده به دو امر محقق میشه. اول به فهمیدن که اون چه داده چیست، دوم به عمل و به کار بستن. اگر این دو به هم زمیمه شد، اخذ ما تر رسول تمامه و الا به مقصد نرسیدن مسلمانان. این قرآن کبرا اینه، اما صغرا قیاسی بدیهی الانتاج. امروز باید تشکیل بشه که اگر فخر رازی سر از گور برداره، جز تسلیم چاره ای نباشه. کبرای قیاس کلام خدا، صغرای قیاس کلام خاتم انبیا. اون چی که او داده چیز اینه، انما شروع میشه به کلمه انما. انما فاطمتو شجنتون منی. یبسطنی ما یبسطها و یقبضنی ما یقبضها. این فراز فرازیست
که نه در یک مجلس و دو مجلس و ده مجلس بشود از شرح فقه حدیث و بیان لطائف کلام رسول فارغ شد. شجنه باید دید چیه و چرا عقل کل علم کل برای بیان مقصد این لفظ رو استخدام کرده. شجنه عبارت از اون شاخه‌ای که از درخت می روید، اما این شاخه شاخه معمولی نیست، شاخه‌ایست که در تمام رگ و ریشه این درخت ریشه دوانده، شاخه‌ای منتشر در تمام شجر. پیغمبر خودش را شجر قرار داد. این هم سری داره. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبت اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اون شجره طیبه که اصلش ثابته، فرعش در سماء رسیده به جایی که انا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اون شجره ای که تؤتی اکلها کل حین باذن ربها لا ینقطع ثمرات علم و عرفان و اخلاق و احکامش اولین آخرین رو بهرمند میکنه. اون شجر خاتم النبیینه. حالا مهم اینه که اون شاخه‌ای که از این شجره رویده او فاطمه زهراست. اینجا لازمه، چون معیاری که اول گفتم برای اقامه شهادت حضرت زهرا کتاب است و سنت، اینه که از این دایره خارج نمیشیم. اونم سنتی که احدی نتواند دم بزنه. کسی این کلمه رو میگوید که انما فاطمت و شهنتون منی شهنتون منی، که گوینده این کلام کسی که خدا دو جای قرآن
دو جمله فرموده و این دو جمله عقل اولین و آخرین را مبهوت میکنه. تمام این عالم تا کهکشانها، تا ماورای کهکشانها همه مخلوق برای انسان کامل، چون منتهای کمال وجود عقل و عقل کل و کل عقل میشه منتهى آمال خلقت. به این حد کی رسیده؟ اون کسی که در دو امر به جایی برسه که خدا او را به عظمت بپذیره، دیگه کار تمامه. اون دو مطلب چیه؟ یکی علم، یکی خلق. اما علم و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. این بیان خداست در علم او. اما خلق او، انک لعلی خلق عظیم. فخر رازی این قضیه رو نقل میکنه. شماها که اهل علمید و دقت و نظر، وقتی حدیث رو گفتم ببینید از خود فخر رازی هم چه حدیثی چه مطالبی را نشون میده و از چه حقایقی پرده بر میداره. اون چه فخر نقل میکنه اینه که در زمان خلافت عمر ابن الخطاب یک نفر از فصحاء یهود آمد نزد خلیفه عالمی، اون هم در چنین ظرفی در محضر خلیفه‌ای، اونم در حضور مهاجر و انصار و ارکان امت اسلام، گفت من آمدم تا اخلاق پیغمبر را برای من وصف کنید. تا این کلمه رو شنید و اون چه عجبه اینه که مثل فخر رازی که همه این علما مجمع بشن، او به یک حمله به باد میده، او نقل میکنه. حالا خودش چجور هضم میکنه؟ تا گفت
اخلاق اون حضرت را برای من وصف کن. گفت برو نزد بلال، او از من اعلمه. یهودی آمد نزد بلال، گفت سؤال اینه خلیفه، تو را اعلم شمرده. تا شنید گفت برو نزد فاطمه زهرا، یهودی دانشمند پخته. آمد بعد دو مرحله به محضر صدیقه کبرا، تا اونجا طرح کرد فرمود برو نزد علی مرتضی. عالم یهود آمد، دیگه معلوم شد اینجا جاییست که ختم سخنه. انا مدینت العلم و علیون بابها. گفت اخلاق پیغمبر رو برای من وصف کن. امیر المؤمنین فرمود اون چه در دنیاست برای من وصف کن. خوب دقت کنید، خوب تأمل کنید. اون چه در دنیاست برای من وصف کن. دنیا چیه؟ لقد زینا السماء الدنيا. دنیا سعش این قدره که تمام این کواکب با کهکشانها در آسمان این دنیاست. این سعی این دنیا، اونم نه بدوش معلومه نه ختمش. از کی بوده تا کی هست، چه اندازه هست. فرمود این کار رو بکن. یهودی گفت لا استطیع بذلک، چجور من میتوانم دنیا را استیعاب کنم؟ گفت این دنیا با این سعش، خدا در کتابش فرموده متاع دنیا قلیل، تو همه از عهده احسائش عاجزید، اما در باره خلق او گفته انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر خاتم. وقت مهم اینه کسی که اخلاقش سعش از تمام عالم دنیا و مافیها اوسعه، این کیه؟ بعد علمش، همون طوری که در خلق فرمود عظیم، در علم هم فرمود عظیم. نتیجه اینه اگر تمام اون چه در دنیاست قابل شمردنه که هرگز نیست، اونم با قلتش، آیا اون چه در روح خاتم
از علوم از معارف با اون که خدا فرموده و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. برای کی قابل احساس؟ اینه که در مقابل این دو جمله، اولین و آخرین محور، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل همه نابودن و کان فضل الله علیک عظیما انک لعلی خلق عظیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه، علم کل، کل العلم خاتم النبیین. نتیجه این شد، عقل کل، کل العقل خاتم النبیین. نتیجه این شد، خلق کل، کل الخلق خاتم النبیین. منتهای بحث این شد که این شخصیت روح تمام عالم امکانه، قلب تمام ملک و ملکوته، تمام پیکر هستی، که لا یعلم این سعرا الا هو. تمام این پیکر یک روح داره و اون روح هم خاتم انبیاست. این نتیجه بحث. و مسئله اینه، این روحی که سعش اینجوره، تمام ملک و ملکوت رو گرفته، بیانش اینه که اون چه فاطمه را منبسط کند مرا منبسط کرده، اون چه فاطمه را منقبض کند مرا منقبض کرده. دیگه در اینجا کمیت فکر لنگه، باید ابراهیم بفهمه، باید موسی بن عمران بنشینه و تأمل کنه. کو معرفت؟ کیست که بتواند ادعا کند که من زهرا را شناختم؟ کیست که جرأت کند لب با کند بگوید من به مقام فاطمه پی بردم؟ انما، خوب دقت کنید، انما این است و غیر از این نیست. فاطمه شاخه ریشه دوانده در وجود من، اون چه او را دل گرفته کنه مرا دل گرفته می کنه، اون چه به او انبساط خاطر بده به من انبساط میده. نتیجه این میشه که اتحاد پیدا شده بین این زنی که خدا در مباهله انتخابش کرد که تنها زنی که خدا دستور داد به پیغمبر او رو بیار این بود. این حدیث روشن کرد که
که فاطمه آمیخته شده با علم کل و کل العلم، آمیخته شده با عقل کل و کل العقل، اتحادی پیدا شده، اتصالی پیدا شده بین شجره طیبه ای که اصلها ثابتون و فرعها فی السماء با این شاخه که اصلا بین او و این جدایی در هیچ جهت تصور نداره. این نمونه ای از فقه حدیث. پیغمبر بست و قبض رو انتخاب کرده و مهم کلمه قبض و بسته. نتیجه این میشه که اگر یک آه زهرا بکشه، اگر یک آه زهرا بکشه، اون آه روح عالم را آزرده میکنه. وقتی او آزرده شد، 124,000 پیغمبر آزردن. وقتی او آزرده شد، تمام اوصیا، شهدا، صدیقین آزردن. به آهی از دل فاطمه ملک و ملکوت عالم منقلب میشه. این مصیبت زهرا، این روز عزای فاطمه. اینو من از منطق شیعه نگفتم، اون چه گفتم از محکمترین، متقنترین منابع عالم گفتم، نزد تمام فرق مسلمین. این حدیثی که خوندم، حدیثی که فخرالدین شمس الدین ذهبی اعظم المنقدین در مقابلش تسلیمه. این حدیثی که خوندم، بخاری، مسلم، حاکم، تمام ارباب صحاح سته باید این حدیث را بر سر بگذارن. اگر این چنینه، ای فخر رازی، ای ذهبی، ای حاکم، ای سمعانی، ای اساتین علماء عامه، همه تون به حکم کتاب و سنت باید روز عزای فاطمه زهرا مجلس عزا تشکیل بدید. این عزا منحصر به طائفه ای دون طائفه ای نیست، این حکم کتابه، این فرمان سنته. اگر تا حالا متوجه نشدید، دقت کنید، حدیث را ببینید، فقه حدیث رو بفهمید، بر طبق این وظیفه رو تشخیص بدید. ای خوشا به حال اون کسانی که در روز شهادت او یک پرچم بلند کنه و در خیابان و کوچه و بازار بگردن، بگوین یا رسول الله، ما تا این حد خواستیم به این اظهار مودت او را منبسط کنیم، به این بساط او دل تو را منبسط کنیم، به این بساط دل تو ملک و ملکوت وجود را منبسط کنی.
تا اینجا دیگه برای همه مسلمان ها چه حنبلی چه شافعی چه حنفی چه مالکی، اما دو سه کلمه هم برای شما در این مجلس چقدر سجده. اون که من نگاه میکنم میبینم در بین هر چند نفری هست، اگر در این مجلس این قبغات در این مملکت چه خبره؟ شما که میدانید سیدید، هر کس یقین داره سیده، وظیفه‌اش اینه. اون کسی که نمیشه گفت ولی چاره نیست، اون کسی که 80 موطن را دید همه جا را به زمین زد، هر که در مقابلش آمد افتاد، در مسجد بود یک وقت دید دو تا پسر وارد شده، چشمش افتاد به مجرد این که کلمه به گوشش رسید از جا برخاست، اما افتاد. به صورت امیر المؤمنین پاشیدن، مدتی گذشت از جا برخاست رفت به بالین زهرا، تازه دید یک کاغذی یک نوشته‌ای بالای سرشه، این نوشته رو برداشت، نمیتونم بخونم. هذا ای فاطمه دو الله اله الله. بعد رسید به اینجا، یا علی مرا خدا در دورای تو باشم، من شب مرا و قلت صفاً کأنهم بنیان مرصوص علی طاعتك و طاعت رسولك و آله علیهم السلام، اللهم هذه بیعة له فی عنقی الى یوم القیامة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. كن في شامد شهادت صدیقه کبرات این مطلب اون چنان که باید و شاید مورد نظر واقع نشده. امروز مقصد ما این است که نه تنها بر شیعیان بلکه بر تمام و منتها رضا و عدد ما احصاه کتاب و احاط به علم. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة
فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابه مسلمانان جهان لازم است که در مصیبت صدیقه کبرا اونچنان که شایسته مقام شخص اول عالم است عزادار باشند. لذا اون چه امروز میگویم طرفم از اهل نظر مثل فخر رازی و از اهل حدیث مانند بخاری و مسلم و حاکم و ذهبیش، یعنی بر اساس کتاب و سنت اقامه عزای فاطمه زهرا واجبه.